سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب خوب باشین و مدارکتون هم آماده باشه، چون که بندای آکادمی وررا تازگی و منتشر شده و خوشبختانه آزمون ورودیش به صورت آنلاین هست برای کسایی که ساکن ایتالیا نیستن، و خوب این خبر خیلی خوبیه و باعث میشه که دیگه استرس اضافی نداشته باشیم و دیگه لازم نباشه که بریم ایتالیا این همه راه بریم تا اونجا امتحان بدیم و کلی عذاب بکشیم. حالا اینکه باید چی کار بکنیم، چجوری ثبت نام بکنیم برای آزمون، تاریخاش کی هست، یه مبالغی یا باید پرداخت بکنیم به عنوان پیش پرداخت، به عنوان فی، همه اینا رو با همدیگه بررسی میکنیم. اما قبل از اون میخواستم ازتون خواهش کنم که از من و از این چنل مثل یه رفیق حمایت کنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، به دوستاتون معرفی کنین اگه مطالب مفیدی دیدین. هر نوع حمایتی باعث میشه که این چنل رشد کنه و به هدف اصلیش که کمک کردن به دانشجویانی هستش که میخوان توی ایتالیا تحصیل بکنن نزدیکتر میشه. من میخوام که به همه هنرجوها کمک بکنم تا بتونم بدون پرداخت هزینه های سنگین به وکیل های مهاجرتی کارهای اپلایشون رو خودشون انجام بدن و تو این مسیر موفق باشن. اگر به هر دلیلی هم حال نکردین حمایت بکنین، کاملا متوجهم. برمیگردیم به ادامه ویدیو. سایت آکادمی رو که به صورت پیش فرض باز بکنین، یعنی آکادمی دی بله آرتی دی بررا دات میلانو پونتو ایت، یه همچه صفحه براتون باز میشه. توی گوگل هم میتونین سادگی سرچش بکنین. اولین صفحه که باز میشین همین هستش. من پیش فرض رو گذاشتم روی ترجمه انگلیسی. اگه شو اورجینالز رو بذارم ممکنه که اینو به ایتالیایی نشون میده، به خاطر همین من حالا میذارمش روی انگلیسی که بچه های ارشد هم بتونن بخوننش. اینجا وقتی که وارد میشین در مورد ادمیشن کلندرز برای ما یه سری چیز میز آورده، گزینه آورده برای 3 years یا همون کارشناسی، برای ارشد و غیره و غیره. تو ادامهش هم میبینیم که در مورد اینترنشنال اپلیکیشن برای بچه خارج از ایتالیا هستش. حالا همه اینا رو با هم دیگه اگه بررسی بکنیم، در مورد انترنس اگزم، اگه هر کدوم از اینا رو، حالا من برای کارشناسی رو بررسی میکنم، یه همچین صفحه باز میشه که ما حالا میتونیم ببینیم فرست لول یا همون کارشناسی، یا سکند لول، پریمو لولو، سکندو لولو، به همه اینا گفته میشه. اگه روی فرست لول کلیک کنیم هم دوباره یه همچین صفحه باز میشه. یکم ممکنه که تریکی و گیج کننده باشه، اما نگران نباشین. روی این قسمت دوباره روی رجیستریشن میزنیم و همه اینا رو دوباره باید از اول بررسی بکنیم. رو قسمت رجستریشن که بزنیم، اینجا برای ما همچین صفحه باز میشه. برخلاف آکادمی آلبرتینا به ما پی دی افی نمیده، همه رو باید از روی سایت نگاه بکنیم. اینجا گفته شده که برای وارد شدن به کارشناسی باید یه مدرک های اسکول داشته باشیم که باید شناخته شده باشه و تایید شده باشه. خیلی مهم نیست. قسمت دوم مودالیتی، یعنی نحوش، به این صورت توضیح داده که ما باید توی خود سایت آکادمی از همین قسمت ثبت نام بکنیم، از این قسمتی که رجیسترد هست. حالا بعدا بهش میپردازیم چجوری هستش، اما میخواییم که ادامهش رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اینجا گفته که حتما اینو خوب مطالعه بکنیم به روی چشم از قرقا، و میگه که اگه میخواین که تحت شرایط نیو استودنت ثبت نام بکنین، اینجا رو بفشارین. اینجا رو که بفشارین میرین تو قسمت لاگین، اینجا دوباره باید پر بکنین. حالا خیلی مهم نیست، به شماره ایمیل و رمز و اینجور چیزا باید تعیین بکنین. و در ادامهش میگه آقا اگه قبلا اینجا ثبت نام کردین با یه کدش فیسکاله، دیگه دوباره این چیزا رو نرید، به این آدرس ایمیل بزنید و ریکوستتون رو اونجا مطرح کنید، دیگه نه این دوباره اکانت بسازین و اینجور چیزا. خب در ادامهش بحث و شیرین هزینه ها میاد وسط، میگه که خب make the payment the regional tax for the right to study
پلاس استم دیوتی آف 84.69 جنریشن تو ده پگو پی ای پیمنت نوتیس، غیره و غیره و غیره. حالا همه اینا رو جلوتر اینجا توضیح دادن خودشون، تو همینجا کلیک بکنین براتون شماره حساب گذاشتن که میتونین پرداخت بکنین، راه های مختلفی هست. بعد خب اینجا براتون توضیح دادن، سویفت کدش رو براتون گذاشتن، آیبنش رو براتون گذاشتن، آدرس گذاشتن، همه اینا رو گذاشتن که بتونین پرداخت بکنین. در ادامهش هم گفتن که ریژینال تکس و رایت تو استادی، این برای چیزی هستش که رایت تو استادی همون دی اس یو یا بورسیه استانی هستش، اگه میخواین دریافت بکنین احتمالا باید این مبلغ رو پرداخت بکنین به اضافه 102 یورو گاورمنت تکسش هستش، اینا باید پرداخت بشن خارج از اینکه بورسیه استانی میگیرین یا نمیگیرین، اینها هستن نمیتونین پرداختشون نکنین. خب کجا بودیم؟ حالا میرسیم به مدارک، اینا رو خودتون حتما مطالعه بکنین. یه 15.13 هم هست که برای بچه‌ای که داخل ایتالیا هستن باید از طریق پست آفیس باشه، برای کسای دیگه با بانک ترانسفر هستش. اینفو هیر رو که بزنین همین صفحه‌ای که باز شده رو میبینین، اینجا همه اطلاعات رو حتما سعی کنین بخونین، من جز به جز ریز به ریز خیلی براتون توضیح نمیدم، اینقدر اینترنت خوبه باز نمیشه، حتما اینا رو مطالعه کنین، نکات ریزی توش هستش. مثلا گفتن که خیلی پرینتبل، کجا نمیشته بود، حالا حتما مطالعهش کنین. قسمت بعدی مدارکی هستش که ازتون میخواد، اول از همه پاسپورتتون رو میخواد، آیدنتیتی کارت یا پاسپورت، پاسپورت رو بذارید، تکس کد یا همون کدش فیسکاله که خب ما نداریم فعلا، only for Italian citizens، اوکی، self certification of qualification، های اسکول دیپلماتون رو میخوان، از توی همون پروفایل میتونین که آپلودش بکنیم، اون پیمنتی رو هم که مبالغی رو هم که پرداخت کردین رسیدش رو حتما ضمیمه کنین. آها اینجا همون not downloadable from the site، خب بس چی کارش بکنیم؟ اگه هر نوع disability دارین یا learning disability دارین حتما، چه لحجه گرفتم، disability دارین حتما باید اقرار بکنین. اینجا self certification تون رو هم از اینجا باید اقدام بکنین، یه فرمی هست مثل فرم A و D میمونه تقریبا، اینو باید فرم پرش کنین، امضاش بزنین، براشون بفرستین و خوشحالشون کنین. خب این از این. قسمت بعدی تایمتون هست، آقا از 1 تا 31 جولای، من امروز چندم این ویدیو که داره ضبط میشه 6 جولایه، ثبت نامتون رو تا نهایتا 31 جولای باید حتما نهایی بکنین. اینجا هم نحوه انرولمنتتون اومده و اینجا اعلام شده که On the basis of law number فلان Students are allowed to enroll and attend 2 first and or second level academic diploma courses at the same time. یعنی شما میتونین که برای 2 رشته همزمان تقاضا بدین و این خب خیلی خبر جالب و باحالیه، یعنی که شما میتونی که آقا 2 تا رشته همزمان توی لیسانس یا یه دونه لیسانس، یه دونه ارشد، 2 تا ارشد، همه اینا رو ترکیبی با هم دیگه میتونین انجام بدین. پس چی شد؟ شما میتونین 2 تا رشته همزمان درخواست بدین. 2 تا رشتهتون میتونه رشته کارشناسی باشه یا هر دوتاش میتونه ارشد باشه، یا حالت سوم میتونه یه دونه کارشناسی باشه یه دونه ارشد باشه، از هر رشته که دلتون میخواد میتونین این کار بکنین، خیلی بامزه است. ولی خب باید برای هر دوتاش کوالیفیکیشن های لازم رو داشته باشید. خب اینجا هم باید برای جفتش پری رجستریشن انجام بدین و آنلاین پروسسشون رو هم انجام بدی.
اینجا نوشته if you pass one or both tests you can proceed with the relevant registration from your online profile. یعنی دو تاش هم حتی قبول بشین میتونین حالا بعدش انتخاب بکنین که کدوم میخواین بریم. من اینقدر ایتالیایی حرف زدم پرشتم ایتالیا از بعضی موقع لهجه انگلیسی میخوام حرف بزنم با لهجه ایتالیایی حرف میزنم، باید ببخشید من رو. قسمت بعدی، خب اینا کلا رشته هایی هستش که تدارک دیده شده، چه رشته هایی برای کارشناسی هست: دکوریشن، پینتینگ، گرافیک آرت، مجسمه سازی، شینوگرافی، تکنولوژی های جدید، آرتیست دیزاین فور بیزینس. این چه باحال به نظر میاد. خب این از این. حالا اگه شما برای سکند لول باشی باید همین طریق رو اینجا ادامه بدیم، ولی حالا همین یه مرحله از این برمیگردیم عقب. اینجا انترنس اگزامتون هستش که باید چی کار بکنید. خب اینجا ایشاله که الان تلیه رو ترنسلیت بکنه. خب اینجا خیلی جالب اومده گفته که مباحثی که قرار هستش ازتون امتحان گرفته بشه اونا پروو دی کولتورا جنراله quiz di cento domande e risposta multipla su argomenti di storia dell'arte e cultura generale. یعنی میگه یه آزمون تستی دارین اینجا از 100 تا سواله از مباحث مختلفی از تاریخ هنر و هنر برای همه دپارتمان ها هر رشته‌ای که میخواید برید هست. گرافیک تست داره، با توجه به کورستون ممکنه که متفاوت باشه و نمیشه که only for the courses of the department of visual arts and design and applied arts. این چی بود؟ این قسمت بود برای اینا، برای این قسمت ها onlyش. خب چیه؟ یعنی چی only for the courses؟ آره این فقط برای گرافیک تستتون، فقط برای اونه. گرافیک تست امتحان میگن. حالا جلوتر توضیح میده که چیا هست. یه مصاحبه انگیزشی هستش همراه با آرتیستیک پورتفولیوتون هستش. در ادامهش هم نوشته که اطلاعات اضافی اینجا هست، ولی قسمت جالب ماجرا آقا اینجاست که میشه exclusively for candidates with nationality and non-European country applying for visa. یعنی برای ما دوستان ایرانی میتونه به صورت آنلاین هم برگزار بشه. خب خیلی خوشحالیم همه ما. یکی از آکادمی‌هایی بودش که خب انتظار داشتیم که به صورت آنلاین باشه، اما خیلی از آکادمی‌ها دارن همه رو حضوری میکنن و خب خیلی شانس خوبیه برای ما. با خاطر همین توصیه میکنم که حتما پورتفولیوتون رو خوب تنظیم بکنید که شانستون بره بالا. خب به غیر از این حالا ادامه میدیم. برای دوره 3 ساله پینتینگ، خب من خیلی فقط همین رشته رو توضیح میدم، بقیه‌اش رو هم خودتون مطالعه کنین. Copy from life of living model and or free drawing. یعنی شما میتونید که یه مدل زنده براتون میذارن اونجا، ازش میتونین طراحی کنید یا و free drawing یه مدل ذهنی. یعنی میتونین هم جفتش رو انجام بدید یا میتونین یه دونش رو از انجام بدید. برای کسایی که حضوری هستن ورقه هاتون، حالا کاغذاتون مثلا رایگان هست، ولی بقیه متریالاتون باید خودتون تهیه بشه. احتمالا ما که آنلاین قرار امتحان بدیم خیلی مشخص نکرده که داستانش چیه، چجوری باید این کار رو انجام بدیم، اما دیگه قاعدتا خودمون باید انجام بدیم. اینجا هم برای قسمت تست های تاریخ هنر برامون منبع مشخص کرده، این کتاب ها رو مشخص کرده که بخونید. خب اینا خیلی خوبه، حتما مطالعهشون بفرمایید. در مورد پورتفولیوتون توضیح داده: During the interview the candidate must share with the communication a portfolio in which to present a selection of their works minimum 5 maximum 10 maximum 10. یعنی بین 5 تا 10 تا کار از پورتفولیوتون باید بوده باشه. With clear indication regarding techniques, dimensions, etc. یعنی این که میگه آقا پورتفولیوتون صرفا این نباشه که کارتون رو بذارین اونجا هر صفحه یه چیزی رو بذارید، نه، در مورد کارهاتون باید توضیح بدین، در مورد تکنیکاتون خیلی بهتره که توضیح بدین.
در مورد اینترویو، the interviewer will focus on the knowledge of the subject and the candidate's personal research. یعنی با تو صحبت میکنن که آقا این کار انجام دادی، نظرت چیه، چجوری این کار انجام دادی، حالا هوا چی بوده، چرا این کار کرده. باید در مورد کارهاتون بتونین توضیح بدین، نگین که آقا من این چشتش تو ابرو کشیدم به نظرم قشنگ بود. نه، در مورد تکنیک صحبت کنین، در مورد منابع الهامتون، هم توی پورتفولیو هم توی مصاحبتون. و اینجا نوشه The candidate who does not meet the minimum requirements highlighted by the commission itself would not pass the test. خب اگه چیزاتون خوب نباشه، مینیمم ریکوایرمنتاتون نباشه، خب پستون نمیکنن. همینطور برای دکوریشن همه اینها هست، گرافیک آرت هست. بچه‌ها یه چیزی که در مورد گرافیک آرت من برای آلبرتینا هم گفتم، گرافیک آرت یا گرافیکا د آرت یا گرافیکا به گرافیک دیزاین دنیای فرق میکنه. این دوتا اصلا یکی نیستن. همونطور هم که دیدین اصلا نحوه قرارگیریشون توی ویژوال آرت، توی دیزاین قرار نمیگیره، خیلی تمایل داره به پینتینگ. تقریبا من چیزی که مشاهده کردم خیلی تفاوت خیلی زیادی نمیشه گفت دارن، تفاوت قطعا دارن ولی خیلی محسوس نیست. تکنیک های چاپ دستی توش وجود داره، برای مثال برای تفاوت توی کورس هایی که من دیدم آموزش میدم، ولی به هوای گرافیک دیزاین نرین، گرافیک دارتا که بدجور میخوره تو ذوقتون. این هم مجسم سازی، همه اینا رو حتما مطالعه کنید. برای دپارتمان های دیگه اینجا رو باید انتخاب بکنین، شینوگرافیا، دیزاین فور بیزنس خیلی چیز باحالیه به نظر من. گرافیک دیزاین آف ان آبجکت اند دیزایرد، این میتونه خیلی شبیه گرافیک دیزاین باشه اما به صورت تخصصی. خب این از این، دیگه ببینیم چی مونده. آها، انترنس اگزامتون هستش، باشه، کلندرتون هستش، چه تاریخ‌هایی هستش. خب اینجا دو تا کلندر در نظر گرفته شده، یه دونش برای حضوری اولاها یعنی کلاس ها مکان حضوری دادم، برای بچه‌ای که اکسترا فلان هستن، اکسترا اروپا هستن، اینجا جدا هستش. حالا برای بچه های نقاشی من همه اینا رو سعی میکنم که توی چنل تلگرام قرار بدم، حتما مطالعه کنین یا از تو خود سایت دانلودش کنین. ساعت ها و تاریخ ها اومده. این قسمت enrollment in the first year، این خیلی مهمه، اینو بخونین. اسکریتیون ال پریمو آنو، یعنی نام نویسی اولین سال. نه بابا تو رو خدا، که رجیستریشن فور د فرست ایر ماست بی مید آنلاین بای د 5 اکتبر استارتینگ فرام ون د استاتوس اف یور پروفایل چینج تو پری انرول تو ادمیتد. یعنی آقا وقتی که امتحانات حضوریتون رو دادین و بهتون اعلام کردن، امتحانات حضوری چی، امتحانات آنلاینتون دادین و قبول شدین و توی پروفایلتون دیدین که از پری انرول به ادمیتد تغییر دادین، باید رشتهتون رو انتخاب بکنین، جایی که میخواین برین رو انتخاب بکنین، چون برای دوتا میتونین اقدام بکنین دیگه، به خاطر همین هستش. خب و میگه که رجیستریشنتون باید تا 5 اکتبر با فرستادن این مدارک توی پروفایلتون قسمت داکیومنت سیکشن ها تکمیل بشه. اپلیکیشن فرم پرینتد فرام یور پروفایل اند آنلاین سکرتریت اکمپانیند بای پاسپورت فوتو. خب یه اپلیکیشن فرمی هستش که باید پاسپورت فوتوتون هم روش الحاق کنید و بچسبونید. اون 102 یورویی که عرض شد رو حتما باید پرداخت کنید و اعلام کرده not downloadable from the site. اون حواستون باشه، احتمالا باید از اونجایی که از اون حالا صرافی میدین براتون انجام بده یا سایت های دیگه که کارشونی هستش، اونا باید یه جوری بهتون اعلام کنن.
سیفتی رولز مدل، سیفتی رولز خیلی چیز عجیبیه، یه چیزیه که باید پر کنین. خیلی باحاله، این همون فرم است، نوشته که نامونام خانوادگی متولد فلان با قوانین و اینا انجام میدم، حمایت تام دارم، اطاعت تام میکنم، امضا میکنم، همین چی میکنم. نه خب بعد کامل کنین بفرستین دیگه. این از این دیگه چی از ما میخواد؟ این فرم رو بعد دانلود کنیم، یه فرم دیگه هست، همه اینا رو باید کامل کنیم، خیلی روش فوکوس نمی کنیم. یه 156 تای دیگه هستش که باید اینو پرداخت بکنین و خب مدارکی هستش که تا 5 اکتبر برای نهایی کردن ثبت نامتون حتما باید انجام بدید. باقی اینا رو هم میتونین به همین طریق مطالعه کنین. خب بدون فوت وقت من میرم برای قسمت لیسانس فوق رو هم یه توضیح کوچولویی خدمتتون عرض کنم. خب این هم سکشن مربوط به بچه های ارشد هست، همونطور که میبینید مثل قسمت کارشناسیه، همه اینا رو باز میکنین. Access Requirements رو نوشته، Academic Diploma Second Level Degree میخواد و یه چیزی که هستش اینه که شما اگه سال اولتون رو داخل آکادمی برای را گذرونده باشید، برای سال باشید یعنی سکن فرست لولتون رو توی برای را گذرونده باشین، سکن لولتون رو که تمام ارشد هست میتونین مستقیم انجام بدید، حداقل 80% میتونن قبول بشن. چیزایی که هستش باید مطالعه کنین. هزینه ها تقریبا همون جوری هستش، همون چیزا رو باید ارائه بدین، تکس کدتون، پاسپورتتون، خب تکس کد که نداریم، تقریبا همه اونا همه مدرک با کارشناسی یکی هست، به جز اینکه حالا شما باید مدرک یه لیسانسی هم ارائه بدیم. اینجا دپارتمان ها هستش، پینتینگ، پرفورمینگ آرت، دکوریشن، تازه چه جاله پرفورمینگ آرت هم همین امسال انگار اضافه شده، دکوریشن، گرافیک، مجسمه سازی، توری ها و آرتیستیک، این چیه دیگه، فیلم اند تی وی، کاستوم اند شو، تئاتر، خب خیلی چیزای جالبی برای ارشد داره. اینا رو حتما مطالعه کنین. امتحانتون هم برای فقط به صورت اینترویو هستش دیگه، اون چیزای دیگه که برای بچه های کارشناسی هستش رو ندارین و تاریخ امتحاناتتون رو هم از اینجا قابل دانلوده، همه اینو داخل سایت هستش میتونین ببینین. من هم براتون داخل کانال تلگرام قرار میدم. اما میخواییم برین که ببینیم که چجوری رجیستریت کنیم. خب وارد قسمت رجیستر میشیم و همچه صفحه برامون باز میشه. از این قسمت میبینیم که رجیستراسیون استودنته، اینو که کلیک بکنیم این صفحه بعدی برام باز میشه که باید ثبت نام بکنیم. اگه این قسمت به ایتالیایی بود میتونین به انگلیسی تغییرش بدین. یوزرنیمتون رو وارد میکنین، یه ایمیل آدرس میدین، اسم و فامیلی و محل تولد و از قسمت داکیومنت پاسپورتتون انتخاب میکنین، سال تولد، نازیونه دی نشیتا، جایی که نشنالیتیتون رو وارد میکنین، شهر محل تولد، پروینچا رو حقیقتا نمیدونم چه، یه چیز زدم تی ای که شبیه تهرانه، کدش که فیسکالی که نداریم فعلا میتونیم یه چیزی وارد کنیم، آدرس، نمره چیوی کو، شماره پاسپورتتون رو میتونیم بذارین، زیپ کدتون هم که یه چیز همجوری علکی بزنین، ریجنتونم خدا وکیلی نمیدونم این اصلا اینو چیه، فون نامبر رو همین اطلاعات رو پر میکنید و سیف میکنید.
اطلاعاتو که سیو کردیم یک همچین سایتی برامون میاد که پرایوسی ادجستمنت هست، باید اکسپت کنیم قوانینو که گردنمون از مو نازکتر حتما قبول میکنیم، چرا که نه. بعد از اینکه اطلاعاتتون تکمیل شد براتون یک ایمیلی میاد با یک لینک و یوزرنیمی که انتخاب کردید، روش که کلیک میکنین وارد این صفحه میشین و از این قسمت بعد یک پسورد جدید برای خودتون انتخاب بکنین که هر موقع میخواییم برین توی سایت یوزرنیم و پسوردتون رو وارد کنین و وارد پنل کاربریتون بشین. حالا من اینجا سیو رو میزنم، اینقدر اینترنت خوبه طول میکشه تا سیو بشه. در نهایت وارد این صفحه میشین که پنل کاربری شما هست، احمد پور مختار که اصلا من باشم. اینجا میبینیم که پریمو لیول و سکوندو لیول، ما کارمون بیشتر با این قسمته. اگه میخواین که پیش ثبت نام بکنین برای آزمون ورودی، روی اینا کلیک میکنین، وارد این صفحه میشین و اگه دیسیبلیتی خاصی دارین اینجا مشخص میکنین که چگونه هست. در قسمت دوم اگه برای آکادمی دیگه ای اپلای کردین باید این تیک رو بزنین، در غیر صورت اگه این کار رو نکردین هیچ رو نمیزنین و کانتینیو رو میزنین. این قسمت هم برای ارشدی ها هم دقیقا همینجور هستش، هیچ فرقی نداره. کانتینیو رو میفشاریم و وارد این قسمت میشیم و در استپ یک شما میایین کورسی که میخواین بگذرونین رو انتخاب میکنیم. برای مثال کامونیکیشن یا گرافیک رو مثلا من میزنم. اینجا یه سری همه چیزا رو توضیح داده، دپارتمان هایی که وجود داره. در قسمت دوم شما میایین education qualification هاتون رو مشخص میکنین. اگه آرت اسکول 5 ساله بودین یا 4 ساله بودین، تکنیکال انستیتیوت بودین، لنگویج های اسکول بودین یا باقی 5 ساله ها. برای بچه‌ای که حالا هنر خوندن میتونن 4 year آرت اسکول رو بزنن. ساینتیفیک برای بچه ریاضی نمیدونم آیا هستش یا نه، احتمالا بتونم بزنم. ساینتیفیک های اسکول به نظر میاد شبیهش باشه، میتونین حالا بزنین. و در آخر هم ریکورد. برای این قسمت ارشد هم فکر نکنم فرقی بکنه، به همون صورت هست فرم. شما اینجا کورس رو انتخاب میکنین، شاید هم زیاد کورس دارین و باقی مطالب. اینجا که ریکورد زدین باید وایسیم که تا ریکورد بشه. احتمال میدم به خاطر شلوغ سایت باشه، چون سایت های دیگر رو که چک کردم همه چی نرم و روون بود. احتمالا چون تازگی شروع شده یکم ترافیک سایت بالا رفته باشه. و در نهایت به همچین صفحه ای میرسیم که بهمون اعلام میکنن که پیش ثبت ناممون با موفقیت بوده و اینکه میتونیم انتخاب دوممون هم داشته باشیم اگه خواستیم با همین کارهایی که انجام دادیم. بعد از اینکه این مرحله رو کامل کردیم برمیگردیم به این قسمتی که با هم دیگه مرور کرده بودیم و مدارکمون رو باید تکمیل کنیم. برمیگردیم به این صفحه و اینجا ذکر شده که باید آپلود بکنیم مدارک رو توی قسمت دکیومنتی. کجا میشه دکیومنتی؟ تو این صفحه. وقتی که روی این دکیومنتی بزنیم وارد این صفحه میشیم، وارد صفحه دوم، و مدارکی که ازمون خواسته رو اینجا اول انتخاب میکنیم. مثلا کدش فیسکالی که نداریم، دکیومنت دی آیدنتیتی و پاسپورت رو انتخاب میکنی و بعد کریکار رو که بزنیم به معنی آپلود میتونیم که فایلمون رو انتخاب کنیم و آپلود کنیم. هر چیزی که از ما اینجا خواسته، هم از پاسپورتمون یا تیتول و دی استودیمون، مدارک ترجمه شدهمون،
یا رسید پرداختمون رو، همه رو باید اینجا آپلود بکنیم تا در نهایت موافقت بشه با پیش ثبت نام ما. بهتون توصیه میکنم که حتما وارد سایت بشین، پی دی اف هایی که میذارم توی چنل رو حتما بخونید، پایین تو کپشن مینیم آیدی چنل تلگرام رو میذارم، از اونجا میتونین هم بندوی بررا، هم آلبرتینا و باقی آکادمی هایی که حالا بندوشون بیاد هم براشون ویدیو آموزشی ساخته میشه. پس ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. امیدوارم که موفق باشید.